ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبل در رابطه با وضوء جبیره‌ای نکات محضر عزیزان ارائه گردید. عرض شد که وضوء جبیره‌ای یکی از اقسام وضوء است که وقت استفاده از آن در مواردی است که اعضای وضوء مواجه با مشکل باشد، وقتی در اثر زخم، در اثر شکستگی و در حالات خاص شستشوی اعضای وضوء یعنی چهره و دسته ها امکان نداشته باشد، نوبت به وضوء جبیره‌ای می‌رسد. عرض شد که وضوء جبیره‌ای خودش مثل بقیه اقسام وضوء، یعنی مثل وضوء ترتیبی، مثل وضوء ارتماسی، با شرایط کفایت میکند و با انجام دادن آن انسان مکلف آماده ورود به نماز میشود. در خصوص وضوء جبیره‌ای و اینکه در چه موارد انسان وضوء جبیره‌ای انجام بدهد و یا در موارد وضوء جبیره‌ای کافی نیست و حتما باید تیمم را انجام بدهد و یا در برخی موارد انسان وظیفه دارد که جمع بکند میان تیمم و وضوء جبیره‌ای، نکاتی به صورت اجمالی در درس قبل ارائه گردید. در این درس با استعانت از خداوند متعال در خصوص شرایط وضوء محضر عزیزان مطالب ارائه می گردد. شرایط وضوء اون دست از احکام هستند، اون دست از دستورات خداوند متعال هست که انسان مکلف در انجام دادن وضوء اگر این شرایط را نادیده بگیرد، اگرچه در ظاهر وضوء را انجام بدهد، وضوء او باطل خواهد بود. وضوء باطل هم منشأ اثر نیست. با وضوء باطل انسان نمیتواند وارد نماز بشود و تکلیف شرعی خود را انجام بدهد. شرایط وضوء را در چهار محور محضر شما تقدیم میکنم. این شرایط گاهی مربوط میشود به آب وضوء و ظرف وضوء و گاهی مربوط میشود به اعضای وضوء، گاهی هم ربط پیدا می کند به کیفیت وضوء، و چهارمین محوری که در شرایط وضوء مطرح می شود مربوط می شود به خود شخص وضوء گیرنده. آب وضوء باید پاک باشد، آب وضوء باید مباح باشد، آب وضوء باید مطلق باشد. همچنان که نسبت به ظرف آب وضوء، ظرف آب وضوء هم باید مباح باشد. البته امروزه در اثر لوله‌کشی هایی که در شهرها صورت می گیرد این مسئله کمتر محل ابتلا هست، ولی بالاخره هستند مواردی که مسلمانان و مکلفین با استفاده از ظرف آب را برای وضوء با خود می برند. اون ظرفی که استفاده می شود علاوه بر این که آب باید مباح باشد، ظرف هم باید ظرف مباح باشد. همچنانی که ظرف آب وضوء نباید از طلا و نقره باشد. بنابراین اگر انسان ظرفش مباح باشد، ظرف غصبی نیست، آب هم واجد شرایط هست، ولی موادی که از اون مواد این ظرف تهیه شده است از طلا و نقره باشد، باز وضوء انسان مسلمان واجه با اشکال هست. در خصوص
شرایط آب وضو، این که عرض کردیم آب وضو باید مطلق باشد به یاری خداوند متعال در جای خود، در خصوص اقسام آب محضر شما مفصل صحبت خواهد شد. اجمالا باید عرض کنم که آب یا مطلق هست یا مضاف هست. آب مضاف اون آبی است که از چیز دیگر گرفته شود، مثل این که انسان آب هندوانه را به اندازه کافی بگیرد و در ظرف بریزد و با اون بخواهد وضو بگیرد، یا اینکه نه آب در طبیعت اولیه خود آب مطلق بوده است، آب طبیعی بوده است، ولی اون مقدار چیزی دیگر را با اون مخلوط کند که دیگر با اون آب نگویند، آب مطلق نگویند، مثل این که آب را تبدیل به شربت بکند. بنابر این وضو گرفتن با آب شربت، یعنی با شربت مصطلح، یا وضو گرفتن با آب هندوانه و امثال اینها مجزی نیست و با همچو وضوی انسان حق ورود به نماز را ندارد. برای این که وضو دچار اشکال نباشد، آب وضو باید آب مطلق باشد، آب 100% خالص باشد تا با وضوی آن انسان بتواند وارد نماز شود. بنابر این در خصوص آب وضو گاه انسان یقین دارد که صاحب آب راضی نیست با آبش انسان وضو بگیرد، در این صورت 100% وضو مواجه با اشکال هست. گاه انسان یقین ندارد ولی نمیداند که از این آب طرف اگر انسان استفاده بکند برای وضو آیا طرفش راضی هست یا نه، باز انسان نباید در وضو گرفتن از همچه آب استفاده بکند. بنابر این انسان باید احراز بکند، باید برایش ثابت بشود که مالک آب راضی هست که از آب او استفاده بکند و با آب او وضو بگیرد. فقط در همچه صورتی است که انسان میتواند از آب دیگران در مقام وضو گرفتن استفاده نماید. از همین جا برای شما عزیزان روشن شد که استفاده از بعضی اماکن عمومی اگر آب وقف افراد خاص باشد، مثل این که آب وقف شده باشد برای نمازگزاران، آب وقف شده باشد برای طلبه ها، کسی غیر از این افراد اگر از اون آب استفاده بکند بازم وضویش دچار مشکل می باشد. مثال بارز اون، امروزه وقت انسان سفر می کند در شهرها و یا در بازارها، اگر هتل و رستورانی باشد و محرز باشد که آب هتل و رستوران و مسافرخانه برای کسانی است که رسما مسافر اون مسافرخانه باشد، پس اگر کسان دیگر با آب مسافرخانه وضو بگیرند بازم وضوی انسان مواجهه با اشکال می باشد. استفاده کردن از آب مسافرخانه، از آب هتل و رستوران فقط باید با اجازه صریح طرف باشد و الا به صورت عموم استفاده از آب این اماکن برای وضو گرفتن مواجهه با اشکال خواهد بود. نکته دیگر استفاده از نهرهای عمومی هست. اگر نهرهای بزرگی هست از این نهرها آب جاری هست، صاحبان مشخصی دارد، آیا از این نهرها انسان می تواند بدون اجازه طرف وضو بگیرد و استفاده بکند یا نه؟ مراجع معظم تقلید در خصوص نهرهای بزرگ اختلاف فتوا دارند. بر اساس یک فتوا که خدمت شما عرض می شود، اگرچه رضایت طرف محرز نباشد، یعنی نهر بزرگی است، آب با حجم بزرگ از آن جریان دارد. اگرچه رضایت صاحب اون نهر معلوم نباشد، وضو گرفتن از همچون نهر اشکال ندارد. بله، گاه صاحب نهر به صراحت نهی میکند، به طرف اعلام میکند که من راضی نیستم با آب نهر من وضو بگیرید. در همچون مورد بنابر احتیاط واجب انسان باید از استفاده از آب نهر پرهیز بکند و با اون وضو نگیرد. این مسئله که خدمت شما عرض کردم در خصوص نهر بزرگ یک فتوا از مراجع معظم تقلید هست و مسئله اختلافی هست که هر کس باید بر اساس فتوای مرجع تقلید خود عمل نماید.
از این مرحله که بگذاریم، محور دوم در خصوص شرایط وضوء اعضای وضوء هست، که اعضای وضوء عبارت است از چهره، از سر و دو دست و دو پای انسان. در خصوص اعضای وضوء در وقت شستن که مربوط به صورت و دسته ها می شود، دست و صورت انسان در وقت شستن و یا در وقت مسح کردن پاها، مسح کردن سر، این اعضا حتما باید پاک باشد. بنابراین اگر اعضای وضوع انسان نجیس باشد، مثلا به خاطر خون و یا چیزهای نجیس دیگر، وضوع مواجه با اشکال خواهد بود. نکته دیگر این هست، اگر انسان در وقت شستن صورتش کاملا پاک باشد، مشکلی نداشت، ولی وقتی به شستن دست رسید یا در حین مسح کردن پا، ناگهان نجاست بر صورتش میرزد. با توجه به اینکه در وقت شستن صورت انسان پاک و پاکیزه بود، اون زمان مشکلی نداشتند، حالا در وقت مسح کردن پا یا شستن دست راست یا شستن دست چپ، اگر عضو قبلی مثل صورت انسان نجس بشود، ضرر به وضو نمی رساند و وضوی انسان صحیح خواهد بود. الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من. الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گنه شرمسارم مکن. به جرم گنه شرمسارم مکن. مسئله بعدی دیگر که در خصوص اعضای وضو مطرح می شود، اگر اعضای غیر از اعضای وضو نجس باشد، مثلا روی شکم انسان نجاست باشد، خون باشد، پشت انسان نجس باشد، ولی خود دسته ها، پاها و صورت انسان پاک و پاکیزه باشد، ضرری به وضو نمی زند. بنابراین فقط اعضای وضو هست که در وقت وضو گرفتن باید پاک و پاکیزه باشد. نکته مهم دیگر در خصوص مخرج بول و غائط هست. کسی که مخرج بول و غائطش نجس هست، بهتر است که قبل از وضو گرفتن مخرج بول و غائط را پاک و پاکیزه نماید. ولی اگر کسی اول وضو بگیرد، بعداً مخرج بول و غائط را پاک بکند، بازم وضویش خالی از اشکال هست و می تواند با این وضو وارد نماز بشود. نکته دیگری که اینجا هست، اگر احیاناً در اعضای وضوی انسان خالکوبی باشد، امروزه در بعض مناطق متعارف هست که خالکوبی میکنند و آثار خالکوبی یا رنگی که وجود دارد معمولاً در زیر پوست بدن هست، در زیر پوست دست هست، در زیر پوست احیاناً دست چپ انسان و یا شاید در موارد صورت انسان باشد. خالکوبی هایی که زنان احیاناً و در موارد مرده ها استفاده میکنند، با توجه به اینکه اون جوهر و رنگ در زیر پوست قرار دارد، برای وضو آسیب نمیزند. یعنی در وقت شستن آب در پوست انسان کاملا میرسد، شستشوی کامل صورت میگیرد. بنابراین اگر آبی نرسید، هیچ گونه مشکلی به وجود نمی آید. سومین محوری که در خصوص وضو قابل طرح است، عبارت است از کیفیت وضو. در وقتی که انسان مکلف مشغول وضو گرفتن هست، یک سلسله احکام و نکاتی برایش لازم هست. یکی از چیزهایی که در وقت وضو گرفتن انسان باید ملتزم به آن باشد، ترتیبی در وضو هست. کیفیت وضو در جلسات گذشته محضر شما عرض شد که اول باید صورت را شست، بعد دست راست را و بعد دست چپ را، و سپس باید سر را مسح کرد، بعد از آن پای راست و سپس پای چپ خود را. ترتیب در کارهای وضو واجب هست. بنابراین انسان قبل از اینکه صورت خود را بشوید،
اگر دست خود را بشوید یا قبل از اینکه دست راست خود را بشوید مشغول شستشوی دست چپش بشود، وضویش مواجه با اشکال خواهد بود و این وضو باطل هست. نکته دیگری که در کیفیت وضو مهم هست مسئله موالات هست. مقصود از موالات این هست که اعمال وضو باید پشت سر هم و پی در پی انجام داده شود. به این معنا وقتی صورت خود را شست دست راست را بشوید. وقتی دست راست را شست حتما بدون فاصله مشغول شستن دست چپ خود بشود. اگر فاصله خیلی زیاد بشود، گاهی ممکن است فاصله به حد بشود که انسان مثلا وقتی مشغول شستن دست چپ هست ببیند که دست راست، صورت و حتی همه اعمال گذشته او آثارش از بین رفته است. صورتش خشک شده است، دست راستش خشک شده است، آثار از رطوبت باقی نمانده است. در همچو صورتی وضوع انسان باطل هست و باید دوباره از اول شروع بکند. ولی در مواردی ممکن است انسان مثلا وقت دست شب خود را می شوید می بیند که دست راستش خشک شده است ولی رطوبت های صورتش باقی هست. در همچو صورتی وضویش اشکال ندارد و موالات وضو همچنان باقی هست. همچنان که در خصوص موالات وضو راه رفتن متعارف هم در حین وضو اشکال ندارد. بنابراین بعد از شستن صورت و دست راست و دست چپ اگر انسان مقدار راه برود و سپس سر خود را مسح بکند یا بعد از مسح کردن سر مقدار راه برود و سپس پای راست و پای چپش را مسح بکند، جزئی راه رفتن، تکان خوردن و امثال اینها به موالات وضو ضربه نمی زند و وضوی فرد مسلمان همچنان صحیح خواهد بود. یکی دیگر از چیزهایی که در کیفیت وضو مهم هست این است که انسانی که وضو میگیرد از دیگران کمک نگیرد. بنابراین وقتی انسان میتواند خودش سالم هست اعمال وضو را به صورت کامل انجام بدهد، حق ندارد که در حین وضو گرفتن از دیگران کمک بگیرد. بله، اگر کسی بر دست انسان آب میریزد ولی او خودش صورت خود را میشوید، خودش دست راست و دست چپش را میشوید، خودش مسح میکند، این اشکال ندارد. کمک در این حد، در حد آب ریختن صرفا کراهت دارد، موجب بطلان وضو نمیشود. اما اگر خدای نخواسته کسی مریض هست، روی تخت بیمارستان هست، امکان وضو گرفتن برای خودش نیست، مثلا پرستار برای او کمک میکند. در همچون مواردی کسی که نمیتواند خودش وضو بگیرد واجب است که برای وضو گرفتن نایب بگیرد. حتی مثلا پرستار و امثال پرستار اگر مزد متعارف را از انسان میطلبد واجب است که انسان با پرداخت مزد وظیفه وضو گرفتن خود را فراهم نماید و انجام بدهد. بله، نکته ای که اینجا هست، بعضی مراجع فرموده اند که علاوه بر اینکه خود انسان نیت وضو را میکند، پرستاری که مثلا به انسان کمک میکند یا هر کس دیگری که در وضو گرفتن به انسان کمک میکند، مثلا صورتش را شستشو میدهد، دست راستش را میشوید، او هم نیت وضو را داشته باشد. ولی بر اساس برخی فتاوا همین که خود انسان نیت وضو را داشته باشد، ملتفت باشد، متوجه وضو باشد، ولو دیگری در وقت بیماری دست انسان را می شوید، صورت انسان را می شوید، وضویش به اشکال خواهد بود، نیازی به نیت دیگری نیست. نکته دیگر این هست که ممکن است انسان بر برخی اعمال وضو قادر هست و بر برخی دیگرش قادر نیست. مثلا خودش می تواند صورت خود را شستشو بدهد ولی برای شستن دست راست و دست چپ باید از پرستار و امثال پرستار کمک بگیرد. در همچه حالتی اون مقدار از اعمال وضو را که خودش میتواند انجام بدهد باید خود انسان انجام بدهد.
اون قسمت هایی که نیازمند نایب هست، نیازمند کمک کار هست، می تواند با استفاده از کمک کار وضویش را کامل بکند و در این جهت مشکلی نخواهد بود. نکته دیگری که باز اینجا هست، وقتی انسان در وضو گرفتن از کسی نایب می گیرد، کسی دیگر انسان را کمک می کند، اون کمک کار انسان پرستار و امثال پرستار در وقت مسح باید دست خود انسان را مثلا سرش بکشد، یا در وقت مسح کردن پاها باید دست خود شخص را بر پاهایش بکشد و در حقیقت مسح با دست خود وضو گیرنده انجام بشود. آخرین محوری که در خصوص شرایط وضو محضر شما عرض میکنم، شرایط وضو گیرنده هست. کسی که وضو میگیرد در موارد ممکن است یقین داشته باشد که با استفاده آب ممکن است مریض شود، یا اینکه قطعا آب برای بدن او ضرر دارد. همچه شخص نباید وضو بگیرد و حتما باید تیمم بکند، و اگر با همچه یقین و اطمینانی بازم اقدام به وضو گرفتن بکند، وضوی او 100% باطل خواهد بود. ولی در برخی موارد خود انسان نمی داند که آب برایش ضرر دارد. وضو می گیرد، بعد از وضو می فهمد که آب برای بدنش، برای صورتش مثلا، برای دستش ضرر داشته است. در همچه موردی وضوی گذشته شخص اشکال ندارد و وضوی او صحیح خواهد بود. نکته دومی که برای وضو گرنده لازم هست این است که وضو را باید با قصد قربت انجام بدهد. معنای قصد قربت این هست که انسان با توجه به اینکه خدای سبحان دستور داده است، به انگیزه امتثال و انجام امر خدا وضو بگیرد. پس اگر وضو را با انگیزه های دیگر مثلا با ریا و یا احیانا به قصد ورزش مثلا شخص وضو بگیرد، و یا صرفا برای اینکه بدنش پاک و پاکیزه بشود وضو بگیرد، وضوی انسان باطل خواهد بود و با همچه وضوی امکان نماز خواندن نیست. نکته دیگر این هست که در وقت وضو گرفتن با توجه به اینکه وضو عبادت هست و در هر عبادتی نیت لازم هست، برای تحقق نیت وضو لازم نیست که انسان از زبان خود بگذراند و یا از قلب خود بگذراند که من وضو میگیرم به انگیزه انجام امر خداوند. بله، همین که شخص خودش متوجه باشد، ملتفت باشد که من وضو میگیرم، و وقتی از او سوال بکنی که شما مشغول چی کار هستید، در جواب بگوید که من وضو میگیرم، همین مقدار برای داشتن نیت، تحقق نیت وضو کافی خواهد بود. و اگر شخص همچه حالتی داشته باشد و وضو بگیرد، وضوی او صحیح خواهد بود. آخرین نکته ای که در خصوص وضو گرنده اینجا قابل طرح است این است که با توجه به اینکه نمازهای یومیه وقت معینی دارد، گاه انسان مثلا به علل نمازش را به تأخیر انداخته است، اگر مشغول وضو بشود تمام نماز را مجبور است که در خارج وقت انجام بدهد، یا قسمت از نماز را مجبور است که در خارج وقت انجام بدهد. اگر همچه حالت پیش بیاید، اینجا انسان نباید وضو بگیرد، بلکه باید فوراً تیمم بکند، با استفاده از تیمم وقت را رصد بکند و نماز خود را در داخل وقت انجام بدهد. اینها 4 محوری بود که در شرایط وضو محضر شما عزیزان تقدیم شد. البته در ذیل تک تک این محورها نکات مهم دیگری هم قابل طرح است که بیشتر از این نمیتوان در این سلسله دروس مفصلتر مطالب را مطرح کرد. عرض شد که محور اول در خصوص ظرف وضو و آب وضو بود، و عرض کردیم که آب وضو باید مطلق باشد، آب وضو حتما نباید مضاف باشد، راجع به این شرط حتی اگر انسان جاهل باشد،
یا انسان خدای نکرده فراموش بکند، میدانست که این آب مطلق نیست، فراموش کرد و با این آب وضو گرفت. در تمام این موارد اگر شرط مطلق بودن رعایت نشود، وضوع انسان باطل هست و دوباره باید از ابتدا با شرایط وضوع بگیرد. شرایطی در خصوص کیفیت وضوع، شرایطی در خصوص خود وضوع گرنده، یک سلسله مطالب بود که اجمالاً محضر شما تقدیم شد. امیدوارم که خدای سبحان فهم درست از اسلام را و عمل به احکام نجات بخشش را برای تک تک ما و شما توفیقش را عنایت نماید و امیدوارم که به صورت مختصر شما عزیزان با شرایط وضوع آشنا شده باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.